بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام على حبیبنا رسول الله و على آله و صحبه و من والا. خیلی وقتا انسان دلش رو میبنده به دنیا، این دنیای فانی، این دنیایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در وصفشون گفتن که ان الدنیا دار من لا دار له، دنیا خونه اون کسیه که خونه نداره، و من و مال من ما لا مال له، و مال و منال کسیه که پیش خدا هیچی نداره، و علی و لها یجمع من لا عقل له، و دنبال دنیا کسیه که عقل تو سرش نیست، و علیها یعادی من لا علم له، و برای دنیا دعوا میکنن اونایی که علم و دانش و هیچ فرهنگی ندارن، و علیها یحسد من لا فقه له، و برای دنیا حسادت میورزند اونایی که درک و شعورشون پایینه، و لها یسعى من لا یقین له، و دنبال دنیا میدوه اون کسی که یقین و ایمانی به آخرت نداره. و اینه که الهاکم التکاثر، شما رو از همه چیز غافل کرد جمع کردن مال و منال دنیا. اینجاست که خدا و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند که آدم میگه که مالی مالی، ابن آدم میگه که مال من، این مال منه، این مال منه، و میفرمایند که و مالک ان لیس لک من مالک و هل لک من مالک الا ما اکلت فافنیت، و آیا از مال چیزی داری مگر اون چیزی که خوردی و اون رو از دست دادی تمومش کردی، او لبست فابلیت، یا پوشیدی و کهنه شد و انداختیش دور، او تصدقت فافنیت، او تصدقت فابقیت، یا اون رو صدقه دادی در راه خدا و اون مون برات در روز قیامت. اون چیزی که میدی اون واسط میمونه، اون چیزی که جمعش میکنی اون مال ورثه است و مال تو نیست، اون چیزی که استفاده میکنی اونم مبارکت باشه، چیزیه که به صلاح نیاز دنیاست. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با صحابه از جای رد می شدند، یک مرداری، گوسفند مرده ای بود، افتاده بود، و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اشاره کردن این ارزشش چیه، و به خدا سوگند که دنیا در پیش خداوند ارزشش از این مردار هم کمتره. اگر دنیا در پیش خداوند به اندازه یه پشیزی ارزش می داشت، به اندازه یک بال مگسی ارزش می داشت، خوب اجازه نمیداد که کافری از دنیا یک لیوان آب بخوره. اما پیش خدا دنیا ارزش نداره، دنیا یک مرحله گذراست، دنیا یک مسیر راه است به سوی آخرت، دنیا در واقع مزرعه آخرت است. و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمودند الدنیا ملعونه ملعون ما فیها الا ما کان لله منها، دنیا نفرین شده است و هر آنچه در دنیاست نفرین شده اند مگر اون چیزی که در دنیا بود و از آن خدا بود. اون چیزی که در دنیا کسب کردیم برای خدا، در دنیا خرج کردیم واسه خدا، هدفمون آخرت است. و اگر دنیا تو دلمون جا گرفت، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرمایند حب الدنیا رأس کل خطیئه، محبت و عشق ورزیدن به دنیا سر و ابتدای هر اشتباهی است و هر لغزشی و هر گناهی. و میفرمایند که ان الدنیا حلوه خضره، دنیا شیرین سبز دل و دست میاره، و ان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، خداوند شما رو در این دنیا گذاشته و این دنیا رو به شما داده و نگاه میکنه که شما چیکار میکنید. و بدونید که بنی اسرائیل براشون دنیا پهن شد، وقتی که خدا دنیا رو براشون باز کرد تاهو خودشون رو گم کردن در زیبایی و نمیدن زرق و برق دنیا و در زنها و در جوونی و در زرق و برق و زیبایی دنیا گم شدند و آخرت رو از دست دادند. نکنه که ما مسلمان ها هم خدایی نکرده اینقدر به دنیا بریم که آخرتمون رو در دنیا دفن کنیم. نخیر، دنیا رو به دست بگیریم، دنیا رو خداوند برای مؤمنان خلق کرده تا عاقل باشن، از راه دنیا برند به آخرت.